وقتی روسا آماده حمله به اوکراین شدند، ضربات فلج کننده به شبکه مخابراتی و اینترنت اون کشور زدند. 4 روز بعد از جنگ اما شرکت آمریکایی اسپیس ایکس با شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک مشکل گردش اطلاعات رو واسه اوکراین حل کرد. خیلی سریع یه دستاورد بی سابقه از نظر فناوری ارتباطی در میدان جنگ. هزاران کیلومتر در شرق جبهه ها یه دولت دیگه هم از نزدیک همه این اتفاقا رو زیر نظر داشت. دولت چین. گزارش‌هایی وجود داره که جنگ اوکراین یا بحران فعلی سر همین جایی که من هستم یعنی تایوان، دولت چین رو بیشتر به صرافت انداخته که باید یه شبکه اینترنت ماهواره‌ای تو مدار پایین زمین داشته باشه، مثل شرکت اسپیس ایکس و شبکه استارلینک. یه شبکه وسیع، مستقل و تحت کنترل. چرا مدار نزدیک به زمین؟ خب چون کابل و محدودیت جغرافیایی که نداره، سرعت بیشتری از ماهواره‌های سنتی داره و اونطور که توی جنگ اوکراین دیدیم میشه تو شرایط سخت فوری راهش انداخت. این فناوری البته تعداد زیادی ماهواره لازم داره. پکن 4 سال پیش به اتحادیه بین‌المللی مخابرات خبر داد قصد پرتاب 13,000 ماهواره رو داره، ولی اونطور که حالا رسانه‌های چینی میگن قرار تعدادشون به 26,000 تا برسه، 2 برابر بیشتر. ارسال وسیع ماهواره‌ها از امسال شروع شده و این اعداد واقعا نشون میدن بجز آمریکا فعلا هیچ جای دیگه‌ای به تنهایی رقیب چین نیست. تو سالهای قبل که خود ما مثلا سیستم ناوبری چینی نداشتیم، در همه چیز به جی پی اس متکی بودیم که یک سامانه آمریکاییه. حالا اما اینطور نیست. هدف سامانه ماهواره چین هم اینه که ارائه دهنده خدمات به همه در هر جای دنیا باشه. خدمات به همه در هر جای جهان؟ احتمالاً نه. مجری بخش اصلی این طرح شرکت علوم و فناوری هوافضای چینه، یه شرکت کاملا دولتی، همکار نزدیک ارتش چین. پس میشه حد زد مدار نزدیک به زمین هم جولانگاه تازه یه رقابت فشرده است، یا اونطور که مدیر سابق گوگل چند ماه پیش گفته بود، رقابت سر آینده ارتباطات. ما الان درگیر نبردی با چین هستیم که تمام آینده ما رو شکل میده. رقیب امروز یک نظام خودکام است، ولی مدیراش تکنوکرات هایی هستن که قدرت فوق‌العاده‌ای برای بنای یک آینده جدید دارن. اونا میتونن جهان ارتباطات رو به کلی تغییر بدن. کافیه به پیشرفت نسل پنجم اینترنت در چین نگاه کنیم. این شرایط در ضمن از نظر جاسوسی اطلاعاتی یک کابوس برای ماست. یه روزی بود که همه ما به اینترنت فقط با خط تلفن وصل می‌شدیم. حتما یادتون هست با اون صدای عجیبی که میداد و سرعت حلزونیش. تقریبا همون موقع پکن یه دیوار سانسور بزرگ رو به اینترنت کشید. چین حالا پله پله در حال فتح مدارهای زمینه. البته اون دیوار عظیم هنوز سر جاشه. تو ماجد آهباز، تایپه.